سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امروز اومدیم به مرکز شهر تهران. خیلیتون درخواست داشتین که از میدان منیریه براتون یه ویدئوی بگیریم. اومدیم به میدان منیریه و میخوایم حال و هوای این روز این میدان قدیمی تهران رو ببینیم. پس تا آخر ویدئو همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 28 دسامبر و ساعت هم حدود 11 صبح. میدان منیریه و کلا محله منیریه یکی از قدیمی ترین محله های تهرانه. در زمان قاجار، یعنی حدود تقریبا 120 تا 130 سال پیش، اینجا یکی از مناطق عیان نشین تهران محسوب می شده. اما غیر این فروشگاه که دارین می بینید، اینجا بافت مسکونی هم داره که اتفاقا خیلی بافت قدیمی و اصیلیه. شما همه مدل کالا میتونید توی این خیابون پیدا کنید، از کالاهای اصل برندهای معروف مثل آدیداس و نایکی و اینا، و هم کالاهای فیک و به قولی های کپی. مثلا بریم داخل این فروشگاه، شاید فکر کنید که همه این کتونیایی که برند نایکی اصله، ولی همه اینا های کپیه و اصل نیستش. مثلا قیمت این کتونی 1,350,000 تومانه که به دلار بخوایم تبدیل کنیم میشه حدود 33 دلار. اینجا که الان ما هستیم خیابون ولیعصره که دقیقا از وسط میدان منیریه میگذره.
خیابون ولیعصر هم طولانی ترین خیابون خاورمیانه است که از جنوب تهران میدون راهن شروع میشه تا شمال تهران به میدون تجریش میرسه که ما قبلا از میدون تجریش ویدیو توی کانال گذاشتیم. از این طرف هم میتونید به بازار تهران و خیابون 15 خرداد و کاخ گلستان برسید. بریم داخل این فروشگاه هم چند تا از قیمت‌ها رو ببینیم. مثلا این کتونی قیمتش 580 هزار تومانه که میشه حدود 14 دلار. این لباس هم قیمتش 1,050,000 تومانه که به دلار میشه حدود 26 دلار. این شلوار هم قیمتش 420 هزار تومانه که بخوایم حساب کنیم حدود 10 دلار میشه. یکی از بهترین مسیرها و راهها برای اینکه به اینجا برسین استفاده از مترو که ایستگاه مترو منیریه، دقیقا همین ایستگاهی که سمت راست ما هستش، میتونید اینجا استفاده کنید. از اتوبوس و تاکسی هم میتونید استفاده کنید. میتونید از اتوبوس های تندرو یا بیارتی خط راه آهن تجریش استفاده کنید و کلا دسترسی به این میدون خیلی راحت.
پاساژ که الان میریم داخلش رو ببینیم یکی از معروف ترین پاساژ های این منطقه است. همونطور که داریم میبینید همش لباس ها و لوازم ورزشی داره. شما از ورزش فوتبال و تکواندو و کشتی و کاراته بگیرید تا کوهنوردی و چیزهای دیگه، اینجا میتونید لوازمش رو پیدا کنید. اینجا هم یه دونه فروشگاهی که اگه لباسش رو ببینید لباس‌های قدیمی تیم‌های فوتبال جهان رو داره. مثلا این لباس تیم ملی ایرانه که برای جام جهانی سال 1998 می‌پوشیدن. راجع به قیمت خونه و آپارتمان بهتون بگم که من از سایت های خرید و فروش آپارتمان تو اینترنت که نگاه می کردم، این منطقه قیمت هر متر آپارتمان بین 30-35 میلیون تومان تا 55 میلیون تومان بود که به دلار میشه تقریبا از 750 دلار متری تا 1380 دلار، که این تفاوت قیمت ها با توجه به موقعیت و امکانات و سن بنا فرق داره با هم دیگه. یا مثلا برای اجاره یا آپارتمان 100 متری نوساز 800 میلیون تومان رهن کامل می‌خواستن که به دلار میشه حدود 20000 دلار. شاید خیلی‌ها ندونن که رهن کامل چیه. شما مثلا 800 میلیون تومان رو یک سال به صاحب خونه میدید و بعد از یک سال اگر خواستید از اون خونه بلند بشید، صاحب خونه اون 800 میلیون رو بهتون برمیگردونه. راجع به قیمت خرید مغازه بهتون بگم که این منطقه اصلی ترین جا توی تهران برای خرید لوازم ورزشیه، برای همین قیمت مغازاش خیلی گرونه. همین فروشگاه که دارین نگاه میکنید شاید بگم هر مترش 1 میلیارد تومان قیمت داره، یعنی حدود متری 25000 دلار. مثلا من یه آگهی داشتم نگاه میکردم که یه مغازه بود 129 متری 129 میلیارد تومان بود که قیمت کلش بهتون بگم میشه حدود 3,225,000 دلار.
بریم داخل این فروشگاه که فکر کنم نمایندگی ریباکه، بریم یه سری از قیمتاشو ببینیم. این کاپشن 1,450,000 تومنه که میشه حدود 36 دلار. البته ریباک نیست و ساخت ایرانه. این کتونی با تخفیف 2,440,000 تومنه که میشه حدود 61 دلار. این لباس هم قیمتش 242,000 تومنه با تخفیف که میشه حدود 6 دلار. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم بابت اینکه ویدیوهای ما رو نگاه میکنید، خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. امیدواریم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. حتما نظرتون رو به ما مثل همیشه تو قسمت کامنت ها بگید، ما به همه کامنت ها جواب میدیم. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید و از این نوع ویدیوها خوشتون میاد، ممنون میشم که از ما حمایت کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت و شادی داریم. مواظب خودتونم باشین. تا ویدئوی بعدی خداحافظ. I wish I knew.